در این آیات پیغمبر اسلام میفرماید به من امر شده که از مسلمین باشم و به من امر شده این قرآن را بخوانم، هر کس هدایت شد پس برای نفع خود هدایت یافته و هر کس گمراه شد بگو جز این نیست من از بیم دهندگانم. پس خداوند به پیغمبر هیچ قدرت و تسلط به مردم نداده، بلکه مردم در قبول و قبول نکردن رسول الله آزاد بودند و حتی در نگهداری اماکن دینی و عبادی خود آزاد بودند و در اونجا مراسم دینی و عبادی انجام می دادن و در حال حاضر هم در اکثر کشورهای دنیا آزاد هستند. چون خدا را شکر خداوند دست جنایتکاران دین فروش را از تسلط به مردم کوتاه کرده است. آیه سوم که دلالت دارد دین اسلام محمدی به هیچ وجه دین اجباری و زودی نبوده و نیست و رسول الله به هیچ وجه قدرت و تسلط به مؤمنین و پیروان ادیان دیگر نداشته، فقط پیغام آور از طرف خداوند بوده. ببینید اینجا این خیلی مهمه. آیه دلالت دارد که رسول الله دین اجباری نبوده و زوری نبوده و رسول الله هیچ قدرت و تسلط به مؤمنین و پیروان ادیان دیگر نداشته، یعنی هیچ قدرتی نداشته به پیروان ادیان دیگر بگه به من ایمان بیاورید. رسول الله فقط پیغام آور از طرف خدا بوده، منتها اون زمان هم مثل حالا، فرقش اینه که اون زمان هم مثل حالا آخوندها و پیشوایان دین فروش می دیدن که اگر بگذارن قرآن به گوش مردم عوام و ساده برسد دیگر اونها به دین فروشی اونها به دین فروشان سواری نخواهند داد. یعنی اگر مردم بفهمند که قرآن درسته اونها دیگه به دین فروشان خودشون سواری نخواهند داد. لذا پیشوایان ادیان و مشرکین بودند که مزاحم و مانع آزادی بیان و آزادی تبلیغ رسول الله می شدند و مردم عوام و ساده را تحریک می کردند، به پیغمبر اذیت و آزار کرده و از خانه و شهر محل تولد خود بیرون کردند. همین الان هم این آدم های مشرک و از خدا بی خبر هستن که به مردم مسلمان اذیت بکنن، ولی اونها نباشن تنها آخوند دین فروش این که اون کار نمیتونه بکنه، بلکه اونها پول میدهن به این آخوند، آخوند پار میشه، آخوند به چون مسلمان هم میفته. قل اطیع الله و اطیع الرسول فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. خدا میفرماید ای پیغمبر به مردم بگو اطاعت خدا و رسول او را بکنید، اما قبول نکردن و روی گردانیدن پس جز این نیست، پس تو برای اوست
اون چه حمل کرده یعنی عمل خوب یا بد کرده و برای شماست، اون چه حمل کرده یعنی عمل خوب یا بد با خود بردید و نیست برای تو ای پیغمبر، نیست برای تو مگر رسانیدن آشکار. یعنی تو تبلیغ آشکار بکن، روشن آشکار قرآن به مردم بخوان، کار تو این است. حالا اونها ایمان آوردن آوردن، نیمتن نیمتن. و در ضمن اینم یک جواب خیلی مهم است به اونهایی که میگن ما قرآن نمیفهمیم، قرآن را باید امام معنی کنه، قرآن را قرآن ناقص بوده نعوذ بالله، قرآن را بعد از 100 سال امام بیاد به ما شرح بده یا 200 سال بعد. آیه چهارم که دلالت داره پیغمبر اسلام خودش به مردم تسلط نداشته، گویا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما عليكم بوكيل، من وکیل شما نیستم. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. خداوند خطاب به پیغمبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید بگو ای مردم به تحقیق از طرف پروردگارتان حق به شما آمده، پس هر کس هدایت شد جز این نیست که هدایت شده برای خود و هر کی گمراه شد جز این نیست که گمراه شده برای خود نه. و من وکیل شما نیستم. قیل ساد. آیه پنجم اینا از الله علیک کتاب بالحق به تحکم بین الناس به معارک الله ولا تکن للخائن خصیما. در این آیه خداوند می فهمد ما این کتاب این قرآن را به تو نازل کردیم تا تو به اون چه خدا به تو دستور داده حکم کنیم و طرفدار خیانتکاران مباش. پس پیغمبر اسلام هم اختیار نداشته حرف بزند که مخالف قرآن باشد و تمام گفته های پیغمبر بایست با قرآن مطابقت میکرد و همینطور هم بوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی را که به خلاف قرآن باشد نگفته و اون دین فروشانی که احکام بر خلاف قرآن صادر میکنند اونها دشمنان خدا و قرآن و رسول هستند که تهمت دروغ به خدا و کتاب خدا و رسول خدا میزنند. مثلا سنگسار در قرآن نیست، حالا دین فروشان سنگسار و آدم کشی به این وضع دلخراش را چرا به پیغمبر نسبت میدهند اون را خدا میداند. و اگر رسول خدا سنگسار میکرد اصحاب و انصار رسول الله اول کسانی بودند که اعتراض میکردند و میگفتند یا رسول الله سنگسار بر خلاف وحی الهی است که تو خودت برای ما آوردی. قرآن فقط گفته در آیه دوم سوره النور زن زناکار و مرد زناکار را 100 ضربه شلاق بزنید و ثابت کردن زنا برای کسی امکان ندارد، چون باید 4 نفر شاهد عینی بیاورند و شما کسی را پیدا نمی کنید که جلوی 8 تا چشم زنا کند.